الو سوتوان، سلام. عباسی اونجاست؟ آره، بگید صحبت کن. الو، سری را بیفت بیا اینجا، بعد من منو ببری خونه فرشاد. آره نه، تو برسی من دم بدارم، منتظرم. داری میری؟ آره. میترسم جمشید همونجور که زندگی خودش رو داغون کرد، زندگی ما رو هم خراب کنه. چیکار باید بکنم؟ چی رو باید چیکار بکنی؟ باید بلنشی مدارک رو تمام کنی. بذار فردا. جمشید جان بلند شو. بلند شو. بذار. نه نه بلند شو. باشه. کار داریم. باشه. باشه. آخه ببین چیکار کردین؟ چه وضعیه؟ ما فخ نداریم، باید زودتر کارا رو تموم بکنی. درست میکنم، اول من درست کنم. نه میخوای بگم برات مواد بیارم؟ نه 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 دارم. ببین جمشید، من رو قولم هستم. منم هستم. خیلی خوب، بس کار رو تموم بکن. باش، تو اصلا وقت ندارم. تو برو. لعنتی گرفته خوابیده. اون دیگه به درد نمیخوره، با یه فکری دیگه ای کرد. چه فکری؟ کاش اون پسریه که فرشاد آورده بود از دست نمیدادیم، هرچند که اونم اشتباه. اشتباه اینی که ما عقلمون دادیم دست جمشید. خب معلومه کسی جای خودش قبول نمیکنه. میدونه که ای ما بهش احتیاج نداشته باشیم کلکش کنده است. متاسفانه
تو هیچ وقت منو به بازی نگرفتی، حتی نمیذاری حرفم بزنم. من از مدت ها پیش گفتم که ما نباید خودمونو متکی به یه نفر بکنیم. گفتی؟ ولی اگر اون که تو معرفی کردی من قبول کرده بودم، الان باید دست به سینه در اختیار شازده بودیم. خب جمشیدو تحمل کن. نمیتونم، دیگه نمیتونم. ماشاءالله تو که عقل کلی، ما هم که دربس اسیرتیم. خب یه فکری بکن. حالا سیگار داری؟ سلام. سلام، تو این جمشید؟ باورم نمیشه. حالا وقتی این حرفو نیست اومدم ببینمت. بیا بریم جای دیگه که همسایه‌ها ما رو نبینن. میدونی چند وقت ندیدمت؟ حساب تک تک روزاشو دارم، حساب ساعتاشم دارم. علی چطور زری؟ علی چطوره؟ حالا تو چه فرقی میکنه؟ من حالم زیاد خوب نیست، داغونم، کسلم، دلشوره دارم، خستم. دو ساله که ندیدم. تو اون روزی که رفتی اینطوری نبودی؟ چرا اینجوری شدی تو؟ چجوری؟ مثل مرده ها شدی. هیچ خودتو تو آینه نگاه کردی؟ خب من این همه بدبختی و مصیبت واسه این کشیدم که وقتی اومدی تو رو اینطوری ببینم. شده دیگه. حالا گریه نکن، ممکنه همسایه سر صدامو بشنفن. حالا اومدی چیکار؟ من خیلی داغونم زری جون، خیلی داغونم، پریشونم، هر شب دارم کابوس میبینم. باور میکنی به این فکر افتاده بودم که ممکنه دیگه تا آخر عمر تو علی رو نبینم. امروز زدم بیرون، گفتم به جهنم، هر کاری میخواد بشه بشه، هر اتفاقی میخواد بیفته. اومدم علی رو ببینم. زری به من نگاه کن. اومدم تو رو ببینم. باور کن دلم واسه آقامم لک زده.
بذار علی رو ببینم. من ببینیش چیکار؟ کاش که خودم هم اصلا دوره ندیده بودم. اصلا اومدی اینجا چیکار؟ دلم خوش بود یه روز برمی کردی تموم این بدبختی ها تموم میشه. ولی حالا چی به روز خودت آوردی آخه؟ چه میدونم؟ چی میکشی؟ یه زهرماری میکشم دیگه. این بدبخت. ولی ترک میکنم، باور کن میتونم. فقط بذار اوزام روبرا بشه. زری من نمی بری خونه؟ اون بهتر که نبینته. بذار دلش به عکس دقلم خوش باشه. آره حق با تو، ولی دلم واسش تنگ شد. خب با دلم چیکار کنم؟ من بوده بدبخت کردی جمشید. آخه این چه زندگیه که ما داری؟ آخرشم یا این زهرمانی میکشدت یا میگیرن اعدامت میکنن. تو هیچ میدونی این مدت چی به سر ما اومده؟ میدونم زری جون. میدونم. بس کن دیگه، بس کن. تو چی میدونی؟ آخه تو چی میدونی؟ بس کن زری، تو رو خدا بس کن. بذار بگم، بذار وقت این دلمو خالی کنم. تو رو خدا بس کن. ببینم مگه خونتون از دستون گرفتن سر صبح میومد اینجا دعوام مرافل میکنی؟ برین یه جای دیگه خبرتون تو سر هم دیگه بزنی، خجالت هم بکشین سر صبح. مردم آسایش میخوان، راحتی میخوان. برین دیگه. زری رامی پاشو رامی پاشو، یه خبر مهم، اوضاع خیته. رامی پاشو بابا، پاشو رامی. تو چه خواب سنگینی داری؟ پاشو یه خبر مهم میخوام بهت بگم. پاشو رامی ببین یه اتفاقی افتاده، یه خبر مهم میخوام بهت بگم. رامی ببین پسره نیست. رامی تو چرا؟ چیه؟ صبر کن دیگه. به تکلیف منو روشن کن. چیه؟ چی شده؟ این پسر جمشید تو خونه نیست، رفته بیرون. تو خونه نیست؟ آره. کی؟ جمشید. ماشینم با خودش نبرده ابله. شاید رفته دنبال جنس یا رفته خونه شون. خب هر دوش یعنی حماقت دیگه. در هر صورت ممکنه برام مشکل درست کنه. خب حالا ما باید چیکار بکنیم؟ نمیدونم. تو حساب میکنی اگه نیمت میریم کاشانک. پس من برم دیگه سر گوشی آب بدم. خیلی خوب برو. لعنتی بردار دیگه. از روی سه شنبه، پنج شنبه، جمعه. پس شنبه کارت چون سه تنید. مریم جون ببخشم چند دقیقه جای من بشین، نه الان برمیگردم. اتفاقی افتاده؟ نه.
کجا بودی؟ کجا بودی تا حالا؟ میگم کجا بودی تا حالا؟ برو تو بگم کجا رفته بودی؟ چرا خفخون گرفتی؟ میگم کجا رفته بودی؟ لارمونه گرفتی؟ میگم کجا رفته بودی؟ هیچ جا. هیچ جا کجاست؟ رفته بودم هوایی بخورم بیام. میگه قرار نبود از اینجا بیرون نری؟ دیگه نمیرم، هیچ وقت نمیرم. خیلی خوب، کجا رفته بودی؟ گفتم هیچ جا. راستی من بلن نکن! میتونم خوردت کنم. بخوای دروغ بگم؟ دروغ بگی؟ میفته میمیره کار دست اون. بگی کجا رفته؟ رامی، اینقدر بهش پیره نکن. کجا رفته بودی؟ کجا رفته بودی؟ خب پرس بچان کجا رفته بودی؟ رفته بودم زری رو ببینم. به چه اجازه رفته بودی؟ به اجازه دلم. به اجازه دلت رامی چی بهت گفت؟ چی بهش گفتی؟ اون اونو تو سب نکرد به من نگاه کنه. نگاهم نکرد به تو اجازه بیرون میریاره؟ میدونم رو چه کار بکنم که مواد بهت بودم تو به قرد کردم بیفتی. باری بیرون، باری بیرون به قرد. اسات بگردش چیز نداشته باشه، از این به بعدم بهش مواد نمیدی تا به غلط کردن بیفته. لعنتی. بعد شانسی آوردی. خمار شدی نره نکشی یا فایده نداره. گفته باشن. یه خانم با شما کار دارم. با من؟ بله بابا. خب چرا نگفتی بیا اتاق خودمون؟ جناب سرها فرمونده. خیلی خوب متشکرم. امر با شما بابا. بفرمون شما. یالا سری خانم خوش بیم. احوال شما؟ مرسی. آقا جان خوبه؟ خیلی ممنون. علی چطور؟ خوب. بفرمون خوش بیم. خب سری خانم این طرف ها. جمشید امروز صبح اومده بود توی کوچه. خب امیر خانم بعد جوری معتاد شده. میدونم میدونم. چی کار داشت؟ اومده بود علی و باباشو ببینه ولی من نذاشتم بیاد توی خونه. یعنی گذاشتیم بره؟ بله. ای بابا خب بس برای چی اومده اینجا؟ اومدم بهتون خبر بدم. اومدم خبر بدم. سری خانم من قبلا به شما گفته بودم، تاکید کرده بودم که جمشید خودش رو وارد کارهایی کرده که نابودش میکنه. از شما خواسته بودم به ما کمک بدین ولی شما هیچ وقت درست عمل نکردید. هیچ وقت. من سعیمو کردم، الانم اومدم بهتون خبر بدم. الان دیگه چه فرقی میکنه خانم؟ شما نباید میذاشتی میرفت که رفت. بعد میبردیدش خونه سرگرمش میکردین، یک تلفن به من میزدید. همین. یعنی درست بود بعد از این همه سال با این وضعیت میبردمش تو خونه؟ فکر میکنی رها کردنش توی این وضعیت کار درسته رو میبود؟ من اون لحظه دیگه مغزم کار نمیکرد. کی مغزتون کار میکنه؟ اون دفعه مغزتون کار نمیکرد؟ اون دفعه که فرصت داشتید خانم؟ کدوم دفعه؟ این اولین بارش بود با من تماس میگرفت. زری خانم جمشید
چند وقت پیش برای شما پول فرستاد، برای شما حتی یک کلمه به من نگفتید، یک زنگ هم نزدید. این حرف دروغه. که دروغه. بسیار خوب. دیگه کاری به من نداریم؟ من به کمک شما احتیاج دارم. وقتی شما منو متهم به دروغگویی میکنید، انتظار کمکم داری؟ بفرمایید. جناب سرگرد، ببخشید، اتاق بسیم ما شما کار دارن. بسیار خوب، برم میام. چه خبر؟ الان خبر دادن که یه نفر وارد خونه فرشاد شده. خونه فرشاد؟ عالیه. بهتر از این نمیشه صدفان. گوش کن. ببینم از بچه‌ها کی اونجا هست. عبادی. خیلی خوب. بهش بگو کاملا مراقب اون خونه باشه. هر کدومشون از خونه خواستن خارج بشن دنبالش بکنه. ضمن بقیه بچه‌ها رو بفرست که مناطق مختلف باشن، اگه لازمه تقریبا به هم پاس بدم. من خودم میرم خونه فرشاد. من در جریان بذار صدفان. دست درد نکنه. کاملا مراقب باشین. در ضمن هر شخصی که از موقعیت خارج شد دقیقا زیر نظر بگیرید. موفق باشید. سند 18 مرکز. ای داد بیداد، فهمیدی چی شد کریمی؟ بده لطفا اون بیسیم تو بده. مرکز سند 2 مرکز. مرکز گوش کن، من یه چیزی رو فراموش کردم. الان یه خانمی توی اتاق 314 منتظر منه. از قول من ازش عذرخواهی کن و بهش بگو که برن منزل، من خودم باشون تماس میگیرم. حالا پیامتون دریافت اعلام میشه خدمتتون. متشکرم، ممنون. کجا هستی؟ کجا میری؟ کجا میای؟ کجا رو دارم برم بابا؟ از بیکاری تو این خونه اصلاً سر رفت. رفتم خیابون یه پرسه‌ای زدم، شاید یه کاری چیزی جور کنم. واسط خبر خوب دارم. با هم تماس گرفتم. جونم؟ جون تو. کی؟ همین صبحی. خب. یکی از بچهای منوچهری اومد بهم گفت باید یه جا تلفن بزنم. منم رفتم تلفن زدم، قرار شد من و تو بریم اونجا. من و تو؟ آره. چطور من؟ خب خره، حتما نظرشون برگشته و خواستنت. که این تو؟ که قرار گذاشتی؟ ساعت 8 تو خیابون. امشب؟ آره. ای بابا، ببینم نکنه دوباره میخوام بریم پیش یارو جمشید جلیه؟ نه بابا، اون که آدم نیست. میخوام بریم پلو آقا رامین. رامین؟ آره. مرکه شد، پس کاره داره درست میشه دیگه. آره آره، شیرینیت رسید. ولی یه مشکلیه، من نمیتونم بیام، کار دارم، یه قرار دارم، بس برم و برگردم. ده نشد، تو از اینجا هیچ جا نمیری. نه بابا، زود برمیگردم. ببین آقا سیاه، به ما یاد دادن وقتی یه کاری میخوایم انجام بدیم یا قرار مداری داریم مثل همین الان، تا سر قرار از هم جدا نشیم. اینا هم همش محض احتیاطه. پس بفرما زندونی آوردی؟ شایدم بدتر. حالا بپر تا زور نشده بسات آبگوشت رو برا کن. بلند شو. نه ده. حالا دیگه تو هم به من اعتماد نداری؟ من برای کسی که بهم اطمینان نداره ترم خورد نمی کنم. آره زبانی شد. ببینم آقا سیاه گلگلی، بعدت اومد؟ نه خیر، خوشم اومد. جدی؟ آره. خب حالا کجا قرار داشتی؟ برش کن دیگه، بیخیالش.
خیلی خوب، با هم میریم کارتو انجام بده، زودم برمیگردی. با هم چی چیه؟ اشتیاق خواسته من یه جایی برم، تو مزاحم باشی. آها، حالا فهمیدم، نکنه یه جای گلوت گیر کرده و ما خبری نداریم. آره؟ هرجو دلت میخواد حساب کن. حالا برم یا نه؟ نه. بس منم نه. فرشاد جان، کی قرار گذاشتی؟ ساعت 8. میخوان امتحانم کنن؟ نه خره، حتما میخوان مشغول کار شی. همین جهل و این حرفا؟ آره. ای بابا، ای بابا بینا. چرا به هم ریختی؟ سیاه. میگم نکنه خالی بستی باشی و هیچی آبارت نباشه. نه 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 بابا، این چیزاره که فوت آبم. فقط من باز برم. ببین فرشاد جون، جونم تو رو هوای بیبیت. من میرم، زودم برمیگردم. گفتم که به خیال شا، حالا هم بپر بساط آبگوشت رو برا کن، چون کسی نیست جواب قارقور شکمو بده. زود باش، منم الان میام، الان میام، زود باش. هشت. هرچه شده من بس برم. زری چرا اینجا وایسادی؟ چی شده؟ حالا چرا قیافه گرفتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ حالا با کی قرار داری؟ دو روز چشم ما رو دور دیدی، هوایی شدی. بهت که گفته بودم فرشاد جون، گرفتارم، اینجا اسیره. هی بسوز پدر عشق. خب اسمش چیه؟ این دیگه جزء اسراره. دمت گرم بابا، حالا دیگه ما نامحرم شدیم. بهت میگم وقتش که برسه همه چی رو بهت میگم، اما الان فرشاد جون بیا اون مردونه یک کن، بذار من برم، زودم برمیگردم. آخه ببین، اگه من نرم، اگه به قرارم نرسم، امیدشو از من میبره. رسم لوتی گریه که یه نفر رو ناامید کنیم. آره بابا، سیا جون بی خیالشون باش، من و تو که اینجا موندنی نیستیم. ما میریم ازمیر، اونجا خودم آسین وسط بالا میزنم و چی؟ دیریم رم رم دارم. بابا تو که تو چی خیال میکنی؟ خیال میکنی همه مثل تو به کسی کارن؟ ببین بذار من برم. جونو فرشاد برم، گرفتار شدم چی کار کنم؟ بذار برم دیگه، من زود برمیگردم، قول بهت میدم سر ساعت اینجا باشه. فرشی خیلی خوب بابا، با این حرفات دل ما رو هم داری کباب میکنی. ولی یادت باشه ما ساعت 8 قرار گذاشتیم، ساعت 6 باید اینجا باشی. من ساعت 6 اینجام. خیلی خوب، بلند شو برو جلدیم بیا. نوکرتم. بلند شو. چکرتم. زودی بیا. یا We'll be right back.
خجالت نمیکشی؟ ببین من میخواستم برم چیز کنم. بی خیالش بذار میری خونه. نه ببین چطور شد. ببین برو سیاه بازی در نگه فرشو. من کرتم. برو سیاه چون برو ببین خداحافظ. بله من خودم پرونده رو مطالعه کردم. حتما من بعدن خودم با تو تماس میگیرم. سربرد خوب شد که اومدی. چه خبر؟ هم خبر خوب دارم هم بد. اول خوبش بگو. خوبش اینه که امشب ساعت 8 فرشاد منو میبره پیش اونا. این خبر که بی نظیر بود. خب بعدشو بگو. خبر بد اینه که اگه اونا از من بخوام براشون جعل کنم، من که چیزی بلد نیستم جرم سرنگ. میدونی یعنی چی سرگرد؟ هیچی. یعنی مصیبت. یعنی ظرف 3 شماره همه چیز خراب میشه. باید فکری کرد سرگرد. چه فکری؟ جناب سرنگ الان ساعت 11 است. یعنی تا ساعت 8 ما 9 ساعت فرصت داریم. من میتونم تو این فاصله یه چیزا یاد بگیرم، حداقل تئوری. امکان نداره سرگرد، امکان نداره. پس چی کار کنیم؟ باتیم سر صحبت. سلطان، میخوام با تیمسار صحبت کنم. قربان سلام. بله گوش خیلی بسیم. جب صاحب بگید همین الان، ما وقت زیادی نداریم. همین الان. تیمسار سلام قربان. یه موقعیت اضطراری پیش اومده که میخواستم از سای خدمت برسم. بله. نه اگر اجازه بدید الان میخوام بیام. بله. بسیار خوب. بریم ببینم چهار میتونم بخونم. باش صحبت کردم. خب امکان نداره بشه در این زمان کوتاه چیزی بهش یاد داد، به جز یک سری مقدمات که اونم فکر نمی کنم به دردتون بخوره. باز همونم بهتر از اونی که چی ندونه. ولی همین مقدمات احتیاج به تمرین زیاد داره که فکر نمی کنم امکان پذیر باشه. ببین جناب، فرمایش شما کاملا قابل درک، ولی متاسفانه من زمان ندارم. فکر میکنم بهتر از همین مقدمات شروع بکنید. بقیه چیزا رو همجور فهرستوار بگید. حداقلش اینه که گوش من با این چیزا آشنا میشه. بقیهشو به امید خدا دیگه. آره دیگه. والا چه عرض کنم. بسیار خوب. من در خدمت شما هستم. شروع میکنم. جام سرین شما اینجا تشریف داشت. من هستم. برو سرگرد. بفرمید. من میدم. برو.
جانس شما پیاده نشی دیگه. نه خواهش بکنم. سرگرد خیلی نگرانی چی؟ فکرم خیلی آشفته است. آره منم همینطور. به احتمال خیلی زیاد جمشید باز همه چی رو برای اینا گفته باشه، یعنی در واقع ممکنه دامی برای تو باشه. بقیهش دیگه با خداست. مواظب خودت باش جمسرنگ. من سعی میکنم هر طوری شده با شما تماس بگیرم. اگر احتمالا نتونستم یه خواهش دارم. بگو. صرفا به خاطر نگرانی من وارد عملیات نشید. خودم خبرتون میکنم. بسیار خوب. خیلی خوب. اگه دیگه هم دیگه رو ندیدیم خداحافظ. این چه حرفی میزنید؟ من هنوز با تو خیلی کار داریم سرگرد. یه خواهش دیگه هم دارم. بگو. با خونم تماس بگیرین و بهشون بگین فعلا منو فراموش کنن. سرگرد ما به تو افتخار میکنیم. برو که موفق باشی. ممنونم. خداحافظ. خدا نگهدار. Thank you.